باید ادامه صبح زندگی خوش آمدین عزیزان و امیدوارم که بیننده بخش جام بوده باشین. فردا هم مسابقه افغانستان و سریلانکا است و به طور زنده و قانونی میتونیم که بیننده مسابقه از نشرات تلویزیون جهانی آریانا باشین. امروز پنج شنبه است، بخش افغانستان و جهان در یک هفته را باز هم مثل هر پنج شنبه با فرهناز فریبارز گزارشگر آریانا نیوز میداشته باشیم. فرهناز جان خوش آمدن، صبحتان بخیر. سلام، سلامتی نثار شما و تمام هموطنان عزیز، صبح شما همچنان بخیر. تشکر، زنده باشین. انشالله که یک هفته سرد و پرکار بخیر و به خوبی سفری کرده باشین. سلامت باشین، انشالله شما همچنان. تشکر. خب میاییم روی مهمترین رویدادها باسم فرجان، که چی رویدادهای مهم باسم در یک هفته گذشت در افغانستان و جهان؟ این هفته یک هفته بسیار خوب برای افغانستان بود، هفته که کمک های بسیار خوب بشر دوستانه به افغانستان آمد و به نهادهای امداد رسان که بزرگترین نهاد امداد رسان در افغانستان WFP است، این کمک ها را گرفت و 5 میلیون یورو هم دولت آلمان به افغانستان کمک کردند. در کنار از این افغانستان هم تانست که قرضا و بدهی هایی که به خاطر برق وارداتی به افغانستان داشت اونا را همیشه بپردازه و یک خبر بسیار خوب بود این. بله. و در کنار از این دی هفته روز جهانی سرطان بود، متاسفانه افغانستان از این رهگذر متضرر است و این که افغانستان جواز نداره به خاطر رادیوتراپی یا مو شای که باید در افغانستان استفاده شود. البته دیروز در بخش صدای شما آقای میوندی بودن و این خبر خوش با ما و بیننده ها شریک ساختن و در کنارش موضوعی بعدی که موضوع سرطان است واقعا بسیار زیاد شده، خود ما هم شاهدش هستیم و بیشتر از هموطنان ما که وضع اقتصادی خوب دارن خب میرن بیرون از افغانستان، اما یک تعدادی که در افغانستان هستن و وضع اقتصادی خوب ندارن واقعا با مشکلات جدی روبرو هستن، خصوصا کودکا و مادرها و در این اواخر بیشتر خانم‌ها متضرر هستند به خاطر از اینکه دسترسی ندارن به خدمات صحی و اینکه بیشتر مادرها در زمان شیردهی و یا بارداری نمیدانن کدام نکات را باید مراعات بکنن و یا خانوادهشان چطور باید همراهشان کمک بکنه. این هم سبب از این میشه که مادرها دچار این مرض شوند. خب امیدوار هستیم که هم خانواده ها متوجه موضوع باشن، به خصوص خانم های عزیز باید متوجه موضوع باشن، چون حالا از هر طریقی که شما بخواید میتونن این معلومات رو حاصل بکنن و با امید صحتمندی همه هموطنان ما. بسیر جان، همه تو دیروز یک همایش بسیار بزرگ در کابل بود، شمار از مقام های بلندپای امارت اسلامی در این همایش شرکت کرده بودند و وحدت ملی و یک پارچگی را یگانه راه نجات نظام کنی و مشکلات جاری در افغانستان دانستند. بسیار خوب، خوب امیدوارم که ای گرد همایش ها بالاخره نتیجه بده، به خصوص در قسمتی که خانم ها و دختر خانم ها و حقوق خانم ها و دختر خانم ها هست. گاهی وقتا بسیر جان، من یگان بار که از بعض از مقام ها پرسان میکنم یک رقم تیر خدا میارم در این موضوع، به خاطر از این که یک موزله که بسیار دوامدار شد و همیشه و همگی و نصف از جامعه منتظر و چشم برای این موضوع هستند. بله. و امیدوار هستم که روز بسیار زود برسه که به خیر همگی بتانن به آموزش و تحصیل دسترسی کامل داشته باشن. انشاءالله. خب هر فصل ما میوه های متفاوت خدا داره. انگور دوست داری؟ بسیار زیاد. بسیار زیاد. اشتها داری برد بیاری؟ کاش. نیکی و پرسش. خب فکر میکنم که یک گزارش هم داشتید این رابطه. بله، اما تو که افغانستان فرهنگ های متفاوت دارن، فصل زمستان هم یکی از زیبایی است که مردم افغانستان هم شب یلدا و نوروز و بعض از مراسم دیگر دارن و بسیار خوب ایره تجلیل میکنن. کنگین هم یکی از فرهنگ های بسیار خوب مردم سمت شمال خصوصا کابل عزیز است. من ده هفته گذشته رفته بودم به یکی از جایی که کنگینه را مفروختن. همکار بسیار خوب ما رامین جان سخی هم تصویر بردار ای گزارش است و یک گزارش بسیار جالب و مقبول، هموطنان عزیز ما بسیار خوش کرده بودند. بسیار خوب. خوب
آقای سخی امروز حضور هم دارن در اینجا، دستشان درد نکنه. خب خریدی هم یا نه شما؟ والا یک کنگینه یک رک بر ما مایده میکنه. امور باز خریدیم و امو کس که مفروخت بر ما گفت که تالیت مالو میشه به می که مایی را باز کنیم. دختر تالی من باز خوب بود؟ خوبش بود. خدا را شکر، خدا را شکر. انشالله که تالیت در همه جا تو خوب و خوش باشه. سلامت باشه. خب بریم گزارش با هم ببینیم. ببینیم. نگهداری انگور بر روش سنتی. کنگینه نام دارد و پیشینیان به سالهای بر می گردد که یخچال و سردخانه وجود نداشت. کنگینه یا همان یخچال سنتی وسیله ابتکار مردم ولایت های شمال کابل است که از آن برای نگهداری نو انگور به نام تایفی در فصل زمستان استفاده می شود. مصطفی 4 سال است از این روش کار می گیرد. او انگورهای تازه را در تابستان کنگینه می کند و در زمستان با همین کراچی کوچک در جاده های کابل می فروشد. خب امسال بدبختانه امسال ایزر برف چیزا نشد، امسال ایزر خریدش کم بود، اگر نه در برف میوه زمستانی است، در زمستانی بسیار خرید داره. اما هوا هرچی که گرمتر باشه این را کس نمی خره باسونی، هوا هرچی که سرد باشه مقدر خرید از این خوبتر است. او که کار کنگینه را از پدرش به ارث برده است، باور دارد که مزه انگور نگهداری شده در کنگینه شیرین تر از آن چه که بوده است می شود. ای از اون خاطر که مثل کشمش واره که کشمش میشه بسیار شیرین تر میشه. ای از اون خاطر بسیار مزه خاص داره. ای از اون خاطر نگاه میکنن که از اون خاطر خراب نمیشه. ای همین انگور است که خرابی نداره. در گذشته دهقانان و باغداران برای بهره گیری بیشتر از محصول میوه هایشان از روش حیرت انگیز استفاده می کردن. کوکنون نیز در بخش های مختلف افغانستان به ویژه در ولایت های شمال پایتخت رواج دارد و باغداران به دلیل نبود سردخانه از آن استفاده می کنند. کاریگر تکړه خلق دای کنگینو که خار که سات یا غیب عظیمی که دواد و وقتی خرسی دی منگ دی غن باغون اصم و ساتل سی و پخه باید خرسی ملک دی آباد سی دولت دی تیخپل مالیم وخلی سی دولت بودی جم پورا سی و دی ولس آغم جور سی. ساختار کنگینه گرد و گلی است و میوه های مثل انگور در آن طور گذاشته می شود که مجرای برای داخل شدن هوا وجود نداشته باشد. به گفته باغداران کنگینه در زیر زمین تاریک و سرد به دور از نور آفتاب نگهداری می شود و پس از سپری شدن مدت در زمستان آنها را دوباره باز می کنند. شهروندان کشور روش و پیشینه فرهنگی استفاده از کنگینه را می پسندند. بعد از او با انگور خود تاکش که خلاش تور میکنن میخورن سرد میکنن به خاطر زمستان، مثلا دسر صندلی میکنن یا اگه میمانشان که امو قضای میمانشان است، اگه میوه میمانشان است که میخورن او را. کنگینه را وقتش که میرسید باید واده خواه دیگه پیش خواه یک پنج دقیقه دادا که پیش کنگینه را مایده میکده میره با مده مده خوب مده مده انگور هم مساقه است. کنگینه یا نگهداری انگور به شکل سنتی یا به گفته هم یخچال وطنی افغانستان، روشی که جز از فرهنگ مردم به حساب می آید و مردم با استفاده از این روش مراسم های خاص را به یک دبدبه و همهمه خاص بزرگ داشت می کنند. مردم شمار از مناطق افغانستان به شمول کابل از این روش به خاطر نگهداری انگور و بعض از میوه های دیگر استفاده می کنند. گزارش بسیار زیبایی بود از فرجان از یخچال وطنی خودمون. مقصد یک کنگینه قرضدار شدی. بردو چشم. هم بیاما جان هم بر من. مسیر ما امو طرف شد حتما. ما جان هم صدا کرد. بله. خب واقعا که گزارش بسیار زیبایی بود فرجان و میایم به خبرهای بعدی. در این هفته سازمان ملل متحد بار دیگر خانه توقف فوری بازداشت‌های زنان و دختران به اتهام بدحجابی در افغانستان شده. گروه متخصصان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش درباره اوضاع بشری در افغانستان از بازداشت زنان و دختران افغان به اتهام بدحجابی از سوی امارت اسلامی ابراز نگرانی کردند و از دولت سرپرست خواسته که بد تعهدات بین المللی خود در قبال مسائل حقوق بشری پابند باشند. اما امارت اسلامی ادعاهایی که در مورد بازداشت زنان و دختران است ایره بی اساس خوانده و همیشه رد کرده.
خب در بعض از مواقع شاهد بعض از حادثات بوده ولی اینکه موضوع اصلی چی است انشالله که همه ما بفهمیم و جدا از همه موضوعات انشالله که امنیت برقرار شد بخصوص به خانم ها و دختر خانم ها. 100%. و در آستانه برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه به هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد گفته که امارت اسلامی پس از آگاهی کامل در مورد آجندای این نشست برای اشتراک در او تصمیم خواهد گرفتن. و آقای متقی در دیدار با آقای اوغلو در کابل بار دیگر تاکید کرد که نیاز به تعیین نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان نیست و آقای اوغلو همچنان گفته که اشتراک کنندگان نشست دوحه توافق نظر دارند که هیئت بلندپایه امارت اسلامی در این نشست شرکت بکنه. انشالله که شرکت بکنن و یک نتیجه خوب داشته باشیم برای افغانستان و بر شهروندانم. آقای متقی بخیر تصمیم بگیرند که در این نشست اشتراک بکنند. بریتانیا به برنامه جهانی غذا در افغانستان 36 میلیون دلار کمک کرده. برنامه جهانی غذا در افغانستان میگه که این کمک ها به وضعیت بیش از 2 میلیون نفر رسیدگی خواهد کرد. وزارت اقتصاد کشور هرچند از این کمک ها ابراز خرسندی میکنه و قدردانی میکنه، اما میگه که جامعه جهانی باید کمک هایش را بر ایجاد و بر برنامه ها و زیرساخت های انکشافی متمرکز بسازد تا افغانستان در مسیر خودکفایی پیش بره. انشالله که او کار هم انجام شود و از لحاظ اقتصادی پیشرفت هایی را داشته باشیم. و در کنار از این خبرهای خوب و ای هم وزیر نیروی ایران هشدار داده که اگر افغانستان حقابی کشور نتا ایران از ابزارهای قانونی و حقوق بین المللی استفاده خواهد کرد. علی اکبر مهرابیان با اشاره به بارندگی های اخیر در کشور تاکید کرده که حقابی دریای هلمند حق مسلم ایران است و او را به گونه جدی مطالبه میکنه و پیگیری هم میکنه. امارت اسلامی بارها تاکید کرده که به تامین حقابی ایران پابند است، اما به دلیل خشکسالی ها و نبودن آب کافی در افغانستان حقابه به ایران داده نمیشه یا در حدی که باید برشان رسیدگی شوه صورت میگیره. خب متاسفانه که این سال پربارش نبود برای ما هم و امیدوارستیم که هم بتونیم مشکلات خود حل بکنیم و هم کمک بکنیم به کشورهای همسایه. و کشورهای همسایم؟ تمام کسایی که مهاجر هستن اونا را به زور بکشن از کشور و همراهشان بدرفتاری کنن. وزارت خارجه آمریکا میگه که هیچ برنامه برای برگشت به افغانستان ندارن و حقوق بشر محور تعامل آمریکا با حکومت کنونی افغانستان است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفته که عادی سازی روابط با حکومت سرپرست افغانستان مشروط به احترام به حقوق همه افغان هاست و آمریکا با شرکای خود از جمله سازمان ملل متحد به فشار بر حکومت سرپرست برای تغییر سیاست امارت اسلامی در قبال زنان ادامه میده. اما امارت اسلامی تاکید میکنه که حقوق بشر بر مبنای شریعت اسلامی در افغانستان تامین است و مرتبط ساختن تعاملات کشورها با مسائل داخلی افغانستان پذیرفتنی است. خب امیدوارم که هفته آینده باز هم فرجان خودت با خبرهای خوب و خوش برگردی. تشکر از اینکه تشریف آوردی و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان با ما شریک ساختی. اگر پیامی داشته باشی گفتنیه ازت می داشته باشی. من میگم که در افغانستان جاده موفقیت دخترها و پسرها یکسان تعیین نمی کنن. پس به این خاطر که مشکلات و چالش ها بر دخترها بیشتر است، از خانواده و خصوصا از مادرای نازنین تمنا می کنم که به خاطر رسیدن به موفقیت و رسیدن به اهداف دخترایتان کمک بکنین، همراهیشان بکنین و حمایتشان کنین. بدون شک در حال حاضر بزرگترین قدرت یک دختر در جامعه خانوادهش است و امیدوارم که خانواده ها حمایت بکنن، قدرت بتن، تشویق بکنن دخترایشان. تشکر فرجان از خودت هم. انشالله که هفته آینده هم هفته خوب و خوش بر خودت باشه. قربانت به شما همچنان و به تمام بیننده های عزیز سلامت باشین. وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه صبح ها زندگی.